فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن محمد کرد که راجع به فلسفه چرخیدن دور خانه کعبه صحبت بکنید که این فلسفه‌اش چیه؟ فلسفه در واقع ما از نظر شرعی مکلف هستیم، چون که ما مسلمان هستیم. اسم مسلمان از تسلیم و استسلام گرفته شده بس. یعنی ما تسلیم فرمان الله متعال هستیم و میپذیریم هر چیزی رو که الله متعال برای ما در واقع حکم بکنه. هر چیزی رو که الله متعال حکم کرد و دستور داد ما باید اونو اجرا بکنیم و دنبال فلسفهش هم نباید باشیم که فلسفهش چی هست، زیرا که بسیار از امور شرعی رو علم ما قاصر هست و فهم ما، دانش ما قاصر هست و نمیتونیم که شاید حکمت را دریافت بکنیم. بسیار از مواردی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته، شاید اونها فلسفهشون رو نمیدونستن اما عمل میکردن بر اون احکام. امروزه با این تحقیقات و پیشرفتی که بشر کرده، امروزه پی بردند که این کارها چه نوع در واقع حکمت و فلسفه‌ای رو داشته، به چه خاطر الله متعال این حکم را برای ما تدوین کرده به عنوان یک حکم شرعی است. اما از نظر این که خودش یک عبادت است، چون که الله متعال دستور داده ما این کار رو انجام میدهیم و هرچی الله متعال دستور بدهد که این یک نوع عبادت برای ما محسوب میشود و قطعا مسلمانان باید اینو انجام بدن. اما از فلسفه ای که چرا یعنی پیرامون کعبه میچرخند و اون هم برخلاف عقربه های ساعت، برخلاف عقربه های ساعت که در واقع حرکت میکنند از چپ به راست هست، این از راست به چپ در واقع میچرخند. این علتش برمیگرده به این که وقتی که ما نگاه بکنیم به جهان هستی و جهان آفرینش و کهکشان که ما در اون زندگی میکنیم و بر روی زمین و در واقع سیارات دیگر، این چرخیدن در دوربر کعبه دقیقا مطابق با اون در واقع ساختاری هست که الله متعال نظام کلی آفرینش رو بر اون آفریده. الان گردش ماه رو شما نگاه بکنید، گردش خورشید رو شما نگاه بکنید، گردش زمین رو شما نگاه بکنید، حتی گردش اجزای اتم رو وقتی که نگاه بکنید، حتی بسیاری از مولکول‌هایی که اجزای متفاوتی رو دارن امروزه کشف کردن که وقتی که حرکت میکنن، اینا حرکتشون مثل این حرکتی است که مسلمانان پیرامون کعبه در واقع میچرخند. پس بنابراین این یک نوع همسویی هست با نظام کلی آفرینشی که الله متعال اون رو تدوین کرده و آفریده.